کنم که با سلام و درود مجدد خدمت شما عزیزان. امروز شنبه، شامگاه شنبه 18 ژانویه 2014 برابر با 28 دی 1392 هستش و ما از استودیومون در تورنتو خدمت شما عزیزان برنامه سفر آقای هارپر نخست وزیر اسرائیل رو که یک سفر تقریبا کم سابقه در بین سیاستمدارهای کانادا خدمت شما عزیزان از دید رسانه ها پخش می‌کنیم. تشکر کنیم از آقای جلیل مرتضوی که این روزها زحمت رو کشیدن و در حال برنامه رو همچنان برای شما عزیزان رصد می‌کردن و به شما در شما در جریان می‌گذاشتن. خدمت شما عرض کنم که از اون طرف ما هم به دلیل استودیو جدیدمون مجبور بودیم که مدتی رو در خدمت شما نباشیم، ولی دورادو در حال از طریق فیسبوک و پست هامون بعضی موقع با بیننده ها و دوستان در ارتباط بودیم. امشب خدمت شما عرض کنم که اجازه بدید که از چیز شروع کنیم. اینا تو سیاست هیچ چیزی بدون برنامه ریزی نیستش. روز 16 ژانویه آقای جان برد وزیر مهاجر وزیر خارجه امور خارجه کانادا که ایشون اتفاقا سیاست های ضد ایرانیشون و ضد کامیونیتی ایرانی بر کسی پوشیده نیست، در یک سخنان نسنجیده و غلط در واشنگتن در برابر اتاق بازرگانی آمریکا میگه که من میلیون بعد تو سه سالی که وزیر امور خارجه بودم 1 میلیون کیلومتر سفر کردم. در این مدت به همه نقاط دنیا رفتم، اما بیشترین وقت خود را در خلیج عربی، چین و آسیای جنوب شرقی گذراندم. دوستان پتیشن هایی رو تهیه کردن، خود من یک دونه نامه به ایشون ایمیلی زدم، در حقیقت 2-3 خط بیشتر نیست. ازشون گفتم که آقای وزیر امور خارجه، من خیلی ناامید شدم از این سخنان شما که یک واقعیت تاریخی رو که توسط سازمان ملل هم به رسمیت شناخته شده و تایید شده است، یعنی همون خلیج فارس رو شما به اشتباه تلفظ کردین. و در خط بعدی هم نوشتم آقای وزیر، من فکر میکنم که زمان اون رسیده که شما مشاوراتون رو در مورد ایران و جامعه ایرانی در کانادا تعویض کنید، برای اینکه متاسفانه نشون داده که مشاوران مطلعی نیستن و حتی از جغرافیا و تاریخ منطقه خلیج فارس نیز آگاهی ندارن و عملا باعث شدن که در این 2 سال گذشته شما سیاست هاتون در منطقه خلیج فارس به خصوص در مورد ایران و همچنین در بالطبع در مورد ایرانی های مقیم کانادا مانند همون طرح بسیار توهین‌آمیز ملاقات با تعدادی از ایرانی ها که در حقیقت بیشتر کت خدا هستند تا رهبران جامعه ایرانی، ولی متاسفانه آقای جان بستون و آقای جیسون کنی وزیر مهاجرت میخواستن به زور بگن که اینها نماینده کامیونیتی ایرانی هم و اونها هم متاسفانه بازی خورده بودن، چون میخواستن در حقیقت تایید سیاست های شکست خورده آقای هارپر و آقای جامبد رو بگیرن که در حال خوشبختانه همچین چیزی اتفاق نیفتاد. در حال خدمت شما عرض کنم که اونجا خلیج فارس بوده تاریخی. آقای جامبد لطفا ما کامیونیتی ایرانی حاضریم یک کلاس یک پولی بدیم و یک کلاس تاریخ و جغرافی برای شما و دیگر اعضای کابینه آقای هارپر بگذاریم که بدونید اونجا خلیج فارس بوده، هست و خواهد بود. و ببینید مثل این میمونه که ایرانی ها میرن لسلی پارک، سال هاست که میرفتن اونجا، مخصوصا نسلهای اولی که اومدن از مهاجرت، و بیشتر اعلام میکنن که پارک لسلی رو به عنوان پارک ملت میگفتن، ولی درسته که ما بریم اونجا رو یه تابلو بزنیم بگیم یا پارک ملت واقعا، یا اینکه لیک شور رو برداریم یا این لیک سانست بیچ رو که محل در ریچمونت هیل و یک دریاچه کوچیکه، ولی خب بسیاری از ایرانی ها الان اومدن بعد از چند سال ما بگیم مثلا دریاچه خزر، همونجوری که نمیشه، یکی اسم تاریخی داره، اسم احتمالا بومی بوده یا هر چی بوده، در حال هر چیزی هست که قرار نیستش که هر کس که میاد این اسم ها رو که
اسماعیلی که بار داره، هویت سیاسی اجتماعی داره، عوض کنن. در حال امیدواریم که آقای جانبرت این اشتباهشون رو تصحیح کنن، ولی وقتی که میبینیم ایشون اتفاقا در آستانه سفر آقای هارپر به اسرائیل هستند، یعنی ایشون آقای جانبرت همراه با آقای جیسون کنی و آقای هارپر، پیتر کن و همه اینها به اسرائیل رفتن. بنابراین اینها رو نمیشه بدون اینکه یک اشتباه لپی نیستش، در حال اشتباه آگاهان است. و یک نکاتی که هست، به حال ما تقاضا میکنیم از دوستانی که در حزب ها هستند، به خصوص احزاب ایرانی مثل آقای رضا مریدی نماینده ریچموند هیل لیبرال، آقای دیوید ماریو فرمانی، همون داوود فرمانی که ایشون از مسئول حزب بودن در ریچموند هیل ولی بعدا به علت بیماری که داشتن مثل که استعفا کردن، و در حال هنوز مثل که سمت دارن در دفتر آقای موریدی، یعنی ارتباط نزدیک دارن. به اضافه این که خدمت شما عرض کنم که در حال لیبرال هستند، خدمت شما عرض کنم آقای علی احساسی، آقای خانم نیلی پورزند، خانم افخم مردوخی که در دفتر نخست وزیر لیبرال اونتاریو، خانم کتلین مین هستند، آقای مجید جوهرچی، آقای پیتر کوشمان و خدمت شما هستم، و اخیراً هم آقای کاوه شهروز از چهره های جنگ طلب و طرفدار تحریم جامعه ایرانی، در حال که برای حزب لیبرال نامزد شدن. همچنین آقای مایکل پارسا، مسئول سابق حزب محافظه‌کار در ریچموند هیل که قرار نامزد منطقه اوکریج هم بشن، و همچنین آقای نجفی که در دفتر آقای NDP بودن، در حال یکی از رسان رده های اونجا هستن، یک نامه مشترکی بنویسن و از وزیر، و همچنین آقای علی قیاسی که الان معاونت کالج هامبر هستن، از اعضای حزب لیبرال هستن، نامه مشترکی بنویسن، بهتر تک تک هم بنویسن و آقای وزیر امور خارجه رو در مورد اشتباهی که کردن تصحیحشون بکنن و بهشون بگن که اونجا خلیج فارس نه خلیج عربی. در حال کمون که دریای سرخ ما بهش میگیم دریای سرخ، همه میگن به قول معروف دریای عمان رو دریای عمان میگن، قرار نیستش که عوض بشه. چیزهایی که تاریخیه، اقیانوس هند، در حال میگن باب المندبه که از قدیم بوده، کانال سوئز، همین اسمایی هستش که از قدیم بوده و قرار نیستش که عوض هم بشه. مثل این میمونه که در حال خلیج مکزیک که در حقیقت دست آمریکایی هست و عوض بکنن خلیج آمریکا. در حال امیدواریم که این دوستان ما موضعی بگیرن و در حال نشون بدن که کمترین هزینه ایست که داره و موضع بگیرن و در مورد خلیج فارس نشون بدن که در حال چقدر اهمیت داره براشون. همونجوری که بیشتر اینها موضع‌گیری هایی که خب علیه حاکمیت ایران دارن، در حال در مورد حقوق بشرش هم درسته، ولی واقعا ببینیم که حالا در این موارد همیشون ها حاضرند نامه‌ای بنویسن.